دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال من. الهه حدادپور هستم. این جلسه آموزش طراحی لباس و چموچوری که پارچر داریم با آسون ترین و بهترین روش بهتون یاد میدم که چطوری با مداد چموچوری که پارچر رو طراحی کنید. خب ببینید، اصلا لازم است که حتما موقع طراحی از مداد مشکی استفاده کنید. البته من اینجا یه مداد B6 هم دارم که برای تأکید که آخر کار میخوام تیرگی رو مشخص کنم استفاده میکنم. ببینید میتونم از دو رنگ، سه رنگ، هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید که یه تنوع خاصی به طراحیتون بدید. خب حالا من شروع میکنم با این قسمت آبی روشن. واسه این که پارچه رو به آسون ترین حالت ممکن طراحی کنی، باید اول یک فرم هندسی ساده ازش ببینید. یعنی چی؟ یعنی من چطوری میتونم قسمت های مختلف پارچه رو یا حتی کل فرم پارچه رو به شکل هندسی ببینم. اگر که بتونید به شکل هندسی ببینید، خیلی این کار براتون راحت میشه. یعنی واقعا راحت ترین حالتی که میتونید طراحی کنید اینه که به حالت هندسی ببینید. این تقریبا ببینید یه مستطیل یا یه زوزنقه میتونه حساب بشه و دوباره یه مستطیل دیگه میاد پایینش. خب پس اولی کاری که میکنیم اینه که به حالت هندسی میبینیمش، دو تا شکل کلی. حالا دوباره میتونم از داخل این شکل هندسی یه سری خطوط اصلی رو جدا کنم، این خط و این خط. ببینید یه پارچه‌ای که رو صندلی آویزون، حالا صندلی مدل اصلی من نیست، من میخوام پارچه رو طراحی کنم، ولی خب حالا یه قسمتایی از صندلی و اون حالا کتاب ها رو هم مجبورم کنارش بکشم. حالا فعلا تا اینجا کافیه که من یه فرم کلی داشته باشم. حالا میرم بقیه قسمت. خب ببین الان یه ذره خط و قاطی شد، میام با این آبی پررنگ‌تر سعی میکنم که یه سری خطوط ریزتری رو مشخص کنم. ببین همچنان ما میخواییم هندسی ببینیم، همچنان میخواییم که از قسمت بزرگ بریم به قسمت های کوچیک. اگه که این کار رو بکنین، یعنی از کل به جز در واقع هر شکلی رو طراحی کنین، مطمئن باشین که نه تنها درست در میام، بلکه در نهایت خیلی زود به اون شکلی که مورد نظرتونه میرسید، خیلی زود. دوباره یه قسمت دیگه. حالا میتونم در این حینی که دارم کار میکنم خطام هم اصلاح کنم. آقا یه خطی این ورتر کشیدم، حالا میبینم که نه اون ورتره، میام درستش میکنم. یعنی مادامی که داری طراحی میکنین، میتونین فرمو درست کنین، جای اصلاح وجود داره. یا خط اول صاف کشیدم، حالا میام یه سری چین و چروک میدم بهش که اون حس پارچه رو بهتر برسونم. و اینجا هم به این حالته. ببینم کدوم قسمت از تیرگی هایی که الان دارم میبینم و میذارم باز تیره تره و کدوم قسمت ها روشن تره، که بتونم یه جای کاری داشته باشم که آقا اینو تیره تر کنم، اونو روشن تر کنم و بتونم این جلوتر بودن و عقبتر بودن رو نشون بدم. چون میدونید که واسه اینکه توی طراحی نشون بدید که چه جسمی جلوتره یا عقبتره، با تیرگی روشنی باید این حالت رو مشخص کنم. پس من باید این تیرگی روشنی ها رو یک کنترلی داشته باشم. ببینید یه شکل اصلی داشتم اینجا، این قسمت هم به خاطر اینکه افتاده زیر این صندلیه باز تیره شده بود، اصلا کلا نور بکراند و اینا یه جورایی پخشه جاها و اینجاها تیرگی داریم، در این که چون منبع نورمون از این بره، این بر نور خورده به دیوارش. خب حالا یه سری تیرگی ها اینجا دارم. ببینید همچنان بازم میتونیم شکل پیدا کنیم، میتونیم بازم فرم مثلث پیدا کنیم، بازم میتونیم فرمای هندسی سایه ها رو بزنیم. حالا
نه دقیق خط کشی شده، ولی خب اون حوالی و حس و حالش رو میتونی هندسی بریم. چی میاد به سمت پایین بازم روشن‌تر میشه. حالا برای که بازی تنوعی به طراحی بدم، از این بنفش استفاده میکنم واسه کشیدن جزئیاتی که این رو هست. حالا یه سری فرمای هندسی کتاب و دفتر و چیزای اینطوریه که این رو هستش که من به حالت کلی میخوام بهشون اشاره کنم، نمیخوام خیلی روشون وقت بذارم و دقیق کار کنم، فقط میخوام در حدی که یه اشاره بهشون کرده باشم یه مقدار روشون کار کنم که ببینین حتی توی این قسمت کتاب ما اختلاف تیرگی روشنی رو داریم. یه لیوانی که اینجا گذاشته بزرگتر شد. حالا میخوام یه جلوه بیشتری به طراحی بدم، با استفاده از مداد بشی شروع میکنم دوباره یه تاکید روی تیرگی های کل کار انجام میدم. حالا دوباره روی همون قسمت ها یه تاکید میکنم، حتی میام نورها رو که قبلا روشن گذاشته بودم یه درجه بندی میکنم. ببینید خب اگر که دقت کنیم میبینیم که این دوتا سر نور بیشتری گرفته، اینجا کمتر و این دوتا کمتر، این دوتا انگار یه مقدار رفتن پشت این چین. پس با مداد تیره با مداد سیاه هم اونجا رو در واقع جدا میکنم و حالا ببینید تو این مرحله میتونین خیلی جزئیات رو بیشتر کنین دیگه، چون که دوباره دارین کار میکنین رو قسمت های مختلف. حالا میتونین به شکل سایه ها دوباره بازم دقت کنیم، مثلا یه جاهایی نزدیکتر اومده یه جاهایی دورتر رفته، یا از بالا تا پایین یه قسمتی تغییرات داره، بالا شوشنتره وقتی که میاد پایین تر هی تیره تر میشه. میام اینا رو توی این مرحله از کارم اضافه میکنم، حتی میخوام یه ذره اینجا رو خاموش کنم، یعنی یه مقدار شدت نورش رو بگیرم. فقط تنها کاری که کردم این بود که تو قسمت هایی که تیره کرده بودیم قبلا دوباره با مداد سیاه تیرگی آوردم. همونطور که میبینید هم خیلی ساده است، هم خیلی زیبا شده و هم جنسیت پارچه رو رسوندیم، هم فرمش رو نشون دادیم و جهت نورم که کاملا مشخصه. تا یه جلسه دیگه و یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.